سرخط خبرها ربونی نشست دوحه ابزار تبلیغاتی امریکا بود. دیدار اشرف غنی با برخی سفیران و نمایندگان سازمانهای بین المللی و همچنان در اخیر تا 30 روز دیگر سرنوشت افغانستان در ترکیه رقم می‌خورد. به نام یاد خدا و با عرض سلام به یک زیگر سویدیوی کانال جنرال انفو خوش آمدید. رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان با بیان این که نشست دوحه پیش از انتخابات امریکا تنها یک ابزار تبلیغاتی بود، تأکید کرد که نشست صلح استانبول فرصت بزرگی برای کشورش فراهم میکند. با گزارش اسپوتنیک، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه سابق افغانستان و سرپرست حزب جمعیت اسلامی اخیراً در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری اناتولی در رابطه با نشست مذاکرات بین الافغانی که قرار است در آینده نزدیک در استانبول برگزار شود گفت این کنفرانس فرصت‌های بزرگی برای تمام طرف‌های شرکت کننده در پی خواهد داشت. به همین دلیل دولت افغانستان، طالبان و کشورهای منطقه باید صادقانه رفتار کنند. رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان ادامه داد که ترکیه در 20 سال اخیر نقش مهمی به ویژه در بخش صلح افغانستان داشته است و ساختار نشست‌های قلب آسیا روند استانبول نیز موثر بوده است. آقای ربانی همچنین درباره حضور امریکا و چالش‌های افغانستان گفت که امریکا و سایر کشورها نیز از برقراری صلح در اسرع وقت در افغانستان حمایت می‌کنند. با این حال نشست دوحه که پیش از انتخابات امریکا برگزار شده بود به ابزار تبلیغات انتخاباتی در آن دوره تبدیل شد. وزیر امور خارجه سابق افغانستان درباره تیم مذاکره افغانستان نیز خاطر نشان کرد که اعضای تیم نظامی افغانستان به نشست دوحه از سوی ریاست جمهوری این کشور انتخاب شده است و از همه نمایندگی نمی کند. وی اظهار داشت که انتظار می رود علاوه بر مقامات و بلندپایه سران احزاب افغانستان نیز در کنفرانس صلح استانبول شرکت کنند. به همین دلیل احتمال زیاد وجود دارد که تصمیم‌های مهم در این نشست گرفته شود. صلاح الدین ربانی تصریح کرد تصمیم‌های جدی در این کنفرانس گرفته خواهد شد. تمام طرف‌ها باید دشمنی را کنار بگذارند و در این نشست شرکت کنند. باید روند جنگ و کشته شدن غیر نظامیان فوراً متوقف شود. دیدار اشرف غنی با برخی سفیران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی. رئیس جمهور افغانستان امروز پیش از ظهر با برخی سفیران کشورهای خارجی و نمایندگان سازمانهای بین‌المللی دیدار کرد. با گزارش اسپوتنیک، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز پیش از ظهر با سرپرست سفارت امریکا، نماینده ملکی ناتو، سرپرست یونما و برخی سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان سازمانهای بین‌المللی در قصر چهارچنار دیدار کردند. بر پایه داده های ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این دیدار، رئیس جمهور این کشور افزون بر تشریح گام های آینده درباره صلح و دیدگاه حکومت افغانستان در این باره و پرسش های شرکت کنندگان در این دیدار پاسخ داد. یادآوری میکنیم که دور دوم گفتگوهای صلح میان نمایندگان دولت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان بیش از یک ماه می شود که در دوحه پایتخت قطر آغاز گردیده است و تاکنون به هیچ نتیجه دو طرف نرسیده است. به نقل از صفحه رسمی فیسبوک خبرگزاری تلویزیون یک، قرار است نشست استانبول در مورد صلح افغانستان به تاریخ 16 اپریل برابر با 27 حمل در ترکیه برگزار شود. منبعها به تلویزیون یک میگویند که این نشست در روزه خواهد بود. همزمان زلمه خلیزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان که به کابل آمده، سرگرم بحث و گفتگو با شمار چهره های سیاسی در مورد نشست استانبول است. مارشال دوستان و صلاح الدین ربانی با وزیر خارجه ترکیه دیدار کردند. خبرگزاری 8 صبح کابل. مارشال عبدالرشید دوستان و صلاح الدین ربانی به صورت جداگانه با مولود چاوش اغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کردند. عنایت الله بابر فرامند، معاون اول شورای عالی مصالحه ملی، روز پنجشنبه 12 عمل در صفحه فیسبوکش نوشته است که این دیدار در انقره پایتخت ترکیه انجام شده است. با گفته او در این دیدار روی برگزاری نشست استانبول در ارتباط با مذاکرات صلح افغانستان و گسترش روابط بیشتر هر دو کشور صحبت شده است. از جانب دیگر صلاح الدین ربانی گفته است که در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه افغانستان و ترکیه پیرامون اهمیت و ضرورت توسعه و ارتقای این روابط بحث شده است. بر علاوه وی تصریح کرده است که در این دیدار در مورد روند صلح افغانستان، نشست استانبول، نقش و جایگاه ترکیه در این روند گفتگو شده است.
این دیدارها در حال انجام شده است که طبق آنچه پیشتر اعلام شده بود نشست به میزبانی ترکیه در استانبول برگزار شود. این نشست به حمایت آمریکا و مدیریت سازمان ملل متحد برگزار می شود. مقام ها در شورای عالی مصالح ملی آن را برای روند سال فیصله کن و سرنوشت ساز می خوانند. طارق آریان دیروز جمعه طالبان در 5 ولایت جنایت خلق کردند. سخنگوی وزارت داخله می گوید که انفجارات ماین و انداخت طالبان در 5 ولایت افغانستان 6 تن به شمول یک کودک جان باخته است. با گزارش اسپوتنیک طارق آریان سخنگوی وزارت داخله امروز جمعه 2 اپریل در صفحه تویترش نگاشته است که از اثر انفجارات ماین و انداخت طالبان در ولایت لغمان، تخار، سرپل، ننگرهار و خوست 6 تن به شمول یک کودک شهید و 21 تن دیگر به شمول زنان و کودکان مجروح گردیدند. او افزود این رویدادها در ساحه منجان ولسوالی علیشنگ لغمان، در ساحه قندهاری قشلاق ولسوالی خواجغار، در قریه سیاد ولسوالی گوسفندی سرپل، در ساحه سبزآباد حوزه هفتم شهر جلال‌آباد ولسوالی سارک ننگرهار و در ساحه نهارکلی ولسوالی صبری خوست انجام شده است. سخنگوی وزارت داخله تاکید دارد که طالبان با تابعه و انفجار ماین‌ها هر روز از مردم ملکی قربانی می‌گیرند. او اظهار داشت که این رویکرد خلاف همه معیارهای جنگی است و در قوانین محاربه مردود و جنایت دانسته می شود. طالبان با دوام کشتار مردم هر بار جنایت خلق کردند. هدف قرار دادن مردم عام، زنان و کودکان تحت هر شرایط و به هر بهانه عمل ضد اسلامی و خلاف ارزش‌های حقوق بشری است. چالش پس حاصل ادغام طالبان در بدنه دولت افغانستان. همزمان با روند بازنگری توافقنامه صلح دوحه از سوی دولت جدید آمریکا، اداره جو بایدن طرح را برای شکستن بنبست پیش آمده در مذاکرات بین الافغانی، تسریع روند صلح و چگونگی ساختار سیاسی آینده به سران سیاسی افغانستان ارائه کرده است. این طرح مکتوب که به دنبال نامه تون و واکنش برانگیز انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در ماه اوت سال 1399 توسط زلمه خلیزاد در دسترس رهبران سیاسی افغانستان قرار گرفت. واکنش های متفاوت را در پی داشت و مسئله اداره موقت را به جدیترین، پربسترین و شاید اجتناب ناپذیرترین راه حل مسئله قطع جنگ و برقراری صلح افغانستان در سطح رسانه ها و افکار عمومی بدل کرد. سیاست یک جانبگرایی را که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در قبال افغانستان و طالبان در پیش گرفت و با توافقنامه صلح دوحه تصور افتخار پایان دادن به داد جنگ امریکا در افغانستان را داشت، ناکام ماند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید. روزتان خوش.